انستیتو بین‌المللی جمهوری خواهان در مراسمی جایزه آزادی جان مک‌کین را به زنان و دختران ایران تقدیم کرد. مهرنگیز کار، نازنین بنیادی و مسیح علی نژاد این جایزه را به نمایندگی از زنان ایران دریافت کردند. شماری از زنان عضو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هم در این جلسه حضور داشتند و از تلاش زنان و دختران ایرانی برای برخورداری از آزادی تقدیر کردند. همکارم کامبیز توانا گزارش میده. از مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که در این جلسه حاضر بودند، خواستار حمایت گسترده از جنبش دموکراسی و آزادی خواهی در ایران و سرتاسر جهان شدند. Listen, we have got to stand up against this oppressive regime. ما باید در مقابل این رژیم سرکوبگر بایستیم. باید حامی زنان نه تنها در ایران که در جهان باشیم. ما همه عضوی از مردم هستیم و مردم میخواهند آزاد باشند و در دموکراسی زندگی کنند. چیزی که من به آن اشاره کردم این بود که ما نمیتوانیم به توافق هسته‌ای ایران بازگردیم، چون به رژیم سرکوبگر قدرت و منابع میدهد. نمیتوانیم چنین کاری کرده و باید به شکل مثبت حرکت رو به جلو داشته باشیم. برای همین احترام ویژه‌ای برای زنان ایران قائل هستم که ایستادگی کرده اعتراض می‌کنند و صدای خود را به شکلی رسا بیان می‌کنند. Who are protesting and who are letting their voices be heard. مهرنگیز کار که یکی از دریافت کنندگان جایزه بود در سخنرانی گفت: به لحاظ تجربه به مقطعی رسیده ایم که تنها راه ممکن تغییر رژیم است، چون هر اصلاح یا تغییری که انجام شده مردم را راضی نکرده است. شخصا به این نتیجه رسیدم که در این ساختار نمیشه کاری کرد که مردم راضی باشن، چون اولا که ارادش نیست در این آقایونی که حکومت رو دارن، ثانیا خود این ساختار حقوقی با کارهایی که ما کردیم و نگاهایی که کردیم، یه وقتی رفتیم گفتیم که خیلی خوب از فقیهانی استفاده بکنیم که میگن تفاسیر بهتره از اسلام میتونه شالوده بهتری باشه، میتونه به زنها موقعیت بهتری بده، میتونه به غیر مسلمان ها. هیچ کدوم از اینا رو در نهایت ما با تجربه حرف میزنیم. یعنی من جوان نیستم، من با تجربه حرف میزنم، با تجربه شاه حرف میزنم، با تجربه خمینی حرف میزنم، با تجربه خامنه ای حرف میزنم و با این تجربه الانم. ما فقط نیاز به رژیم چنج داریم. Thank you for recognizing the struggle of Iranian women. مسیح علی نژاد هم که یکی دیگر از دریافت کنندگان جایزه بود، در سخنرانی از اکتفا به اعطای جایزه انتقاد کرده و گفت باید علاوه بر جایزه از مردم ایران حمایت شود. من مثالی که زدم اینجا اینه که 7 ماه پیش با آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ما یه جایزه مشترک دریافت کردیم. ولی چه اتفاقی افتاد؟ حمایت مشترک هم آیا ما ایرانی ها و مردم اوکراین دریافت کردیم از کشورهای غربی؟ نکردیم. ممکنه که ادعا بکنن خب در اوکراین جنگ هست، بنابراین متفاوت شرایط. در ایران هم جنگی تحمیل شده بر مردم بی سلاح و مهمتر از همه همین الان خامنه ای در جنگ اوکراین نقش داره. اخباری که در غرب الان منتشر میشه نشون میده که داره جمهوری اسلامی پهپادهای بیشتری رو به روسیه میده. بنابراین شما چطور ممکنه که برای مردم اوکراین استارلینگ تهیه بکنید، به مردم اوکراین حمایت رو در واقع لازم رو برسونید، ولی وقتی نوبت به مردم ایران میرسه فقط جایزه است، اما همچنان دارن مذاکره میکنن که برگردن به پرونده هسته‌ای. و از طرفی تو دیدارهایی که من با رهبران کشورهای دیگه دارم هنوز تردید دارن که سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن. بنابراین اینجا برای من فرصتیه که بازم صدام رو بالاتر ببرم و اعتراض بکنم به رفتار دوگانه رهبران کشورهای غربی. انستیتو بین‌المللی جمهوری خواهان تقویت دموکراسی و برابری حقوق زنان در جهان را از اهداف اصلی خود معرفی کرد. We stand in solidarity with the remarkable women who are pushing for change. کامبیز توانا، صدای آمریکا.